ما در هر ضعفی که باشم میتونم بگم شادی خیلی بزرگ و عظیمی دارم برای این زیافت مقدس زیافت مقدس اشای ربانی نمیدونم چقدر هیجان دارین این تقضیه روحانی که فیض خاصی ایمان دارم فیض خاصی در اون نهفته است فیضی که میتونه در زمانهای سختی عزیزان در زمانهایی که در وادیهای تاریک موت حرکت میکنیم به روح و جان و قلب ما وجود ما جسم ما قدرت پیروزی و مقابله رو عطا کنه باور میکنین؟ بیایم امروز عزیزان بیایم امروز با فروتنی و احترام خاصی در این فضای مقدس که مذبح عشای ربانی برپاست حضور داشته باشیم موافقین با یک احترام و فروتنی خاصی اگه احیانا کسی اینجا بین ما هست میتونم درک کنم که نمیتونه تا آخر جلسه بمونه و جلسه طولانی براش خسته کننده است واقعا با احترام خیلی زیادی دعای خیر میکنیم براش و میتونه جلسه رو از همون اول ترک کنه ولی اگه میمونین بذاریم به قوت روح القدس تکیه کنیم که با احترام و فروتنی در این فضا و مکانی که این مذبح مقدس برپاس حضور داشته باشیم با تمرکز آمین و همینطور بیایم امروز عزیزان لاقل فقط امروز دنبال لذت های حسی و برکات ملموس از این میز اشای ربانی نباشیم چون واقعا با ایمان و اطمینان میتونم بگم تمام اون برکات حسی و احساسی از کم اهمیت ترین برکات این میز مقدسه آمین آنچه که در این قلب تپنده آین مقدس وجود داره آنچه که در این پاکترین و مقدسترین آین ها وجود داره برکات نادیدنیه که فقط با چشمای ایمانمون عزیزان با چشمای ایمانمون اون انسانیت درونیمون امروز میتونه به فراوانی نصیب و بهره ببره و خدا خیلی وقتو عزیزان اینو با ایمان و اطمینان میگم برکات دلپذیر حسی رو از تک تک ما دریغ میکنه تا واقعا با چشمای ایمانمون به این شراکت مقدس نزدیک بشیم و دریافت کننده با ایمان باشیم آمین باشی که امروز امیدم اینه انتظارم اینه نسبت به پدر پسر روح القدس و عزیزانی که با قلبهای منتظر اینجا اومدین امیدم اینه که بیشتر از همیشه امروز مفهوم مرگ پربهای عیسی مسیح خداوند رو در زندگیمون درک کنیم آمین به درستی درک کنیم چون بهتون قول میدم اگه درک درستی از مفهوم خون عیسی مسیح نداشته باشیم مفهوم کار او در صلیب جلجوتا نداشته باشیم این قربانی هیچ برکاتی برای زندگی ما نخواهد داشت هیچ شفا و آزادی امروز برای ما نخواهد داشت چرا که به عنوان یک مثال وقتی شما یه واکسنی میزنیم برای یک بیماری مهلک اگه این واکسن وارد خون شما نباشه آیا نره وارد خون شما آیا شما شفا و سلامتی رو دریافت میکنید؟ دریافت نمیکنید باشه که امروز مفهوم عمیقی از خون پربه های ایسای مسیح خداوند داشته باشیم که این خون که مواهبش شفا، سلامتی و آزادی روح و جان و روان ما رو در بر بگیره آماده هستیم؟ عیسی مسیح خداوند در اولین روز هفته شاید مثل یه همچی روزی مثل یک شاه پرجلال با شکوه و جلال وارد شهر اورشلیم شد و افراد برای او پای کوبی می خجسته باد او که به نام پاتشا میآید و در آخر همان هفته با خاری و خفت از شهر اورشلیم خارج شد عزیزان چه جوابی برای رنج ها و مسائب ایسای مسیح وجود داره چه جوابی میتونیم بدیم تناب تازیانه خار میخ توهین شرم برهنگی تمامی این کلمات آخرین روزهای عیسی مسیح خداوند رو نشانه گذاری کرد در مورد اعدام در مورد اعدام به وسیله آلت ننگین اینطور گفته شده که این صلیب این آلت قتل به وسیله رومیان طراحی شده صلیب عزیزان خشنترین نفرت انگیزترین نوع مجازات در جامعه روم بوده مردم هیچ وقت در مکالمات عادی از کلمه صلیب استفاده نمی کردن چون توهین محض تلقی می شد چون بیادبی محض بود این روش اعدام زشت زننده خشن خفتبار و مرگی خجالت آور بود چقدر ماهرانه رسانه ها و هنر به رهنگی خداوند ما رو پوشوندن در حالی که روی صلیب مردی رو میبینیم به و خجالت زده از اوریانیش روی صلیب در مقابل تمامی جهان وقتی صلیب رو نگاه میکنیم وقتی چگونگی این مرگ رو نگاه میکنیم کنکاش میکنیم میبینیم این وسیله برای مرگی آرام و طولانی طراحی شده بود کسی که روی صلیب بود هزاران بار میمرد تا لحظه ای که مرگ برای او خوشی عمیقی محسوب میشد مخصوصا عیسی مسیح خداوند که به طور خاص قبل از اینکه مصروب بشه سی ضربه شلاق رو متحمل شد عیسی در حالی که تیرک چوبی رو گرفته بود و از درد ناله میکرد ضربات سهمگین شلاق هوا رو و پشت مبارک او رو میشکافت ضرباتی که پیاپی پی بر پشت او نفوذ پیدا میکرد تا مغز استخوان او فرو میرفت و بعد از اون با فشار با ضربه سلی تاج اخار بر سر او فرو کردند و آب دهان بر صورت او انداختند و سیلی بر صورت او زدن و الواری سنگین بر پشت نحیف او شونه های نحیف او گذاشتن و مجبورش کردند که از تپه بالا بره عزیزان مثل فکر کنی یه شخص محکومی رو که محکوم شده به اعدام با تناب دار مجبورش کنن که خودش تناب دار رو گره بزنه مثل کسی که با گیوتین قراره به قتل برسه ولی مجبورش میکنن که تیغه گیوتین رو خودش تیز کنه مثل کسی که باید روی صندلی الکتریکی بشینه ولی مجبورش میکنن که جریان برق رو خودش وصل کنه ایسای مسیح خداوند آلت قتل خودش و خودش حمل کرد ولی ظالمان ترین لحظه صلیب تمام این دردهای جسمانی نیست که من یک هزار رو دارم میگم بلکه دردهای غیر قابل تصور که بر روح و جان و روان او فرود می آورد تمسخر تعدی تهمت شرم برهنگی روح و روان عیسی مسیح خداوند رو له کرده بود افرادی که برای تماشای او ایستاده بودند مثل کسانی که فروپاشی یک قطار رو نظارگر هستند شاگردانی که رابطه نزدیکی با او داشتند لوقا میگه از دور تماشا میکردند از آشنایان او محسوب میشدند افرادی که ام به فاجعه رو نفهمیده بودن فقط مشت بر سینه می زدن و مکان فاجعه رو ترک می کردن. چرا عزیزان؟ چرا؟ آیا مرگی آرام تر از این کفایت نمی کرد؟ ایسای مسیح حتی اگه یک قطر خون پاکش بر زمین ریخته می شود. ایمان دارم که برای نجات تمام جهان کافی بود چرا؟ کافی بود نبزش رو متوقف میکردن کافی بود با خنجری گلوی او رو میبریدن کافی بود کاردی تیز به قلب او فرو میکردن آیا لازم بود؟ به خاطر کفاره انسان شیش ساعت تموم روی صلیب این همه خشم و خشونت رو به روح و روان جسمش متحمل بشه؟ آیا لازم بود؟ اصلا لازم نبود لازم نبود عزیزان که برای نجات من و تو این همه مشقت و مسائب و متحمل بشه اصلا لازم نبود من ایمان دارم حتی یک قطره از خون او کافی بود که تمامی جهان برای تمامی جهان کفاری گناه مهیا بشه ولی برای یک چیز لازم بود برای پیروزی بر سادیسم لازم بود برای پیروزی بر خودشیفتگی انسانهای ناآگاه لازم بود برای پیروزی بر بیرحمی و سنگدلی پاسبانهای جان لازم بود که این همه درد رو متحمل بشه پاسبانهای جانی که خلق شدن عزیزان برای افراد ضعیفتر مثل پناگاهی از باد مثل پوششی از توفانها باشن ولی برعکس بانی آسیبها و عذابهای روحی این افراد شدن و میشوند نمیدونم دیروز تو مراسم تعمید بودین یا نه شهادت های شنیدیم یکی دوتا و یکی دوتا من در خفا شنیدم چطور افرادی که حامی و حمایتگر این افراد بودن چه زخمایی بر روح و روانشون زدن دو هفته پیش بود که فیلمی رو دوباره اتفاقی نگاه کردم پلیسی که خرابکاری بزرگی کرده بود و زنی در مقابل او ایستاده بود برای اینکه زن رو از پا در بیاره تا دروغ و جنایت خودش رسوا نشه او رو متهم کرد که روانیه با باید تو بیمارستان بستری بشه و چه رنج ها و درد هایی که این زن میکشید مثل کاردی تو قلب من فرو میرفت یک نهاد دولتی که باید برای امنیت جان های یک مملکت اونجا بیسته ولی برعکس یک زنی تنها رو خورد کرده بود و این رو همه ای ما به وفور در کشور خودمون دیدیم و داریم میبینیم این پاسبانهای جانها رو عزیزان نه فقط در نهادهای دولتی بلکه در شخصی که خداوند رو قرار داده که نقش همسر پدر برادر رهبر روحانی رو برای ما ایفا کنه میتونیم این رو ببینیم به عنوان کسی که بارها و بارها باید در سکوت می سادم می و گوش می کردم و اشک می گاهن از دردهای کسایی که مورد تعدی و تجاوز پدر برادر مادر قرار گرفته بودند. از افرادی که به عنوان مسئولین روحانی بودن ولی افرادی که زیر دستشون بودن زخمی و داغون کرده بودن ایسا عزیزان باید این همه ظلم درد تجاوز بیرحمی این همه خباست های شنی رو با مشقت های بسیار بر خودش متحمل می شد تا برای همیشه اقتدار خودشو بر حیوان خویی وحشیگری سنگدلی نشان بده عزیزان شیطان خبیسترین ارواح خودش به سراغ عیسی مسیح فرستاد طوری او رو شکنجه دادن که تمامی اعصاب بدنش در درد و رنج بود ولی در نهایت ارباب مرگ و فرماندهان قاسب نیروهای تاریکی بر این خداوند حیات نتونستن غالب بیاند عزیزان شرارت ممکن پیروزی های موقت داشته باشه ولی عمر شرارت کوتاهه روی صلیب عزیزان بهترین و عالیترین فضیلت بهشتی با پسترین رزیلت جهنمی روبرو شد و از اون امید سلامتی، آزادی و شفا پدید آمد و آنچه که امروز انسان ها هم در جهالت محض یا به قصد بدی در زندگی تک تک ما بکنن یک بار دیگه خدا میتونه برای نیکویی شفا و آزادی تک تک ما به کار ببره اگه این افتخار نصیبتون شده که نه فقط تعمید بگیرین و زیر آب بیاین و بیرون بیاین نه فقط نجات پیدا کنین بلکه این افتخار نصیبتون شده که به خاطر مسیح درد و رنج بکشین میخوام بهتون بگم هیچ کدام از رنج های شما بی نتیجه نخواهد ماند باور میکنین؟ چیزی که اهمیت داره امروز نه اینکه فقط چه اتفاقاتی روی صلیب افتاد بلکه چرا این اتفاق افتاد این خیلی مهمتر عزیزان ما از طریق صحبت گوهربار خداوندمون خیلی عالی متوجه میشیم عمق چرای که چرا عیسی مسیح این همه متحمل درد شد کلمات عیسی مسیح عزیزان پرقدرت و منحصر به فرد و بی چرا که خود عیسی مسیح خداوند منحصر به فرد بی همتا و عالیه. آمین. او عالیه. مخصوصا از آن خیلی مهمه که چه کسی در چه زمانی و در چه مکانی این کلمات رو به کار برده. تقریبا غیر ممکنه که کسی روی صلیب بتونه صحبت کنه چون شخص در حال خفه شدنه پس حتی عزیزان میخوام توجه کنید صحبت کردن عیسی مسیح روی صلیب کاری پر از فیض شفقت و محبته هر بار که عیسی مسیح حرف زده زندگی ها تغییر کرده کورها بینا شدن مرده ها زنده شدن مفلوجان به راه افتادن گنگان کران شنیدن و سخن گفتن و این کلمات به طرز عالی شکوهمند و عجیب و شگفت انگیزه چون نه در دوره زندگی عیسی مسیح بلکه روی صلیب گفته شده لوقا 23 و ما فقط امروز یکی از جمله های عیسی مسیح رو میخوایم با هم نگاه کنیم که گفت ای پدر اینها را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند کلامی پر از رحمت پر از فیض در میان اون همه درد و رنج غیر قابل تحمل عزیزان ق... اغلب گفته شده قربانیان روی صلیب صلیب رو که هیچ قربونش برم اصلا بدون صلیبم در حال گریه کردن فریاد زدن نفرین کردن هستند اما عیسی مسیح خداوند در حال رحمت کردن دعا کردن در سخاوتمندانه بلند نظرانه هدیه بخشش رو به همه ما به تمام اون پاسبانهای جان به تمام اون کردلان چه سخاوتمندانه هدیه میده و این دعای به سوی پدر عزیزان عیسی به سوی پدر دعا میکرد ای پدر ببخش اینها رو چون که نمیدونن چی کار کنن این خیلی عمق عمیقی داره عزیزان امروز برای من و تو توجه کنین عیسی مسیح حتی روی صلیب هم احساس پسر بودن خودش رو از دست نداده بود حتی لحظه ای که فریاد زد الهی الهی چرا مرا ترک کردی تماما به محبت پدر توکل و تکیه داشت آمین او روی صلیب همانقدر پسر محبوب پدر بود که روی زمین معجزه میکرد و اعمال بیده از او صادر میشد او ایمان داشت روی صلیب همانقدر پدر از او خشنوده که وقتی در اورشلیم را میافتاد و همه کفزنان برای او میگفتن خجسته باد او که به نام خداوند میآید او اجازه نداد هیچ چیز هیچ چیز حتی صلیب ننگین رابطه او رو با پدر تهدید کنه او هیچ وقت نسبت به محبت پدر شک نکرد گاهی ما در میان از دست دادنها بارها خودم تجربه کردم متاسفم که اینو میگم تجربه کردن های دردناک از دست دادن های دردناک مخصوصا تجربه ها و درد هایی که از پوشش های روحانیمون تجربه میکنیم فکر میکنیم آیا ما فرزند خداییم آیا خدا منو میبینه یا حتی در سختی ها اگه دعا میکنیم ایمان نداریم که خدا دعای ما رو میشنوه یا اگه ایمان داشته باشیم که خدا ما رو میشنوه آیا به داد من میرسه؟ درسته؟ عزیزم میخوام یه چیزی امروز بهتون بگم اگه فقط یک بار فقط یک بار محبت پدر رو نسبت به خود تجربه کرده باشی هرگز در هیچ شرایط سختی در هیچ شرایط غیر قابل تحملی نسبت به محبت پدر شک نخواهی کرد چرا که به خاطر صلیب عیسی مسیح رابطه من و تو هرگز و هرگز با پدر شکسته نخواهد شد حتی اگه اشتباه کنی حتی اگه گناه کنی کافی رو تو فقط به سوی او کنی ایمان داشته باش که رابطه ای تو با پدر شکسته نخواهد شد پسر انسان با دست ها و پاهای اکار افتاده و میخکوب شده روی صلیب آویزون بود و شفاعت و طلب بخشش میکرد برای من و تو پسر انسان عزیزان عاشق این لقب ایسای مسیح خدا هستم پسر انسان که هیچ جا به اندازه صلیب انسان بودن او قابل رویت نیست او انقدر انسان بود روی صلیب که انگار هرگز خدا نبوده پسر انسان که محبت پدر عزیزان و محبت من و تو نمیخوا او رو روی صلیب نگه داشته بود ای پدر اینها را ببخش زیرا نمیدانند که چه میکنند. هیچ چیز عزیزان هیچ کدوم از جملات عیسی مسیح هیچ چیزی در دنیا مثل این جمله پر از فیز عملی غیر طبیعی و چالش برانگیز برای من و تو نیست برای بنی بشر نیست جمله ای که کاملا برای نفس انسان برای اون نفس اماره ناسازگاره بخشیدن مخصوصا افرادی که باید در نقش حامی حفاظت کننده پشتیبان برای ما بودن عمل بخشیدن چنین افرادی عزیزان سختتر از اونه که با یک نصیحت آبکی و با یک موعظه بتونم اینجا بگم تازه به جرأت میتونم بگم اگه تو موفق بشی که این معجزه در بخشش رو دریافت کنی جراحاتی که در روح و روان تو خورده مدت ها شفا میابی ولی مدت ها در مدار ذهنی تو در حال چرخشه گاهی انقدر عزیزان آسیب وارده سخته که باید از پیچ و خمهای زیادی عبور کنی تا به مرحله شفا برسی مثل داستان یوسف میدونی تنها جرمشی بود که محبوب دل پدر بود و برادرانی که باید نقش پاسبان جانها رو برای یوسف بازی میکردن به خاطر حسادت عزیزان یازده سال یازده سال جوانی و عمر یوسف رو به یغما بردن وقتی برادرم بهنام شهادت میداد اون درد رو توی صداش احساس میکردم با اینکه میگفت بخشیدم من در موعظه قبلی بخشش این صحبت رو کردم که یوسف از چه تونل های تنگ و باریکی عبور کرد تا بر کینه و دشمنی چیره بشه و با تمام وجودش بتونه ببخشه چرا عزیزان؟ چرا؟ چون بخشش یه عمل غیر طبیعیه در عوض پاسخ به بدیها واکنش خیلی طبیعی تره من خودم وقتی که اون فیلم رو میدیدم باور کنی هیچ حس بخششی نداشتم فقط تو دلم زیر لب میگفتم خدا حالش جا بیار پدر عزیز بزن تو اون دهنش یه توف گنده بکن تو صورت اون پلیس یعنی این قلب من بود هر دفعه که یه فیلمی رو میبینم که کاری ظالمانه اونجا انجام میشه نمیتونم خیلی راحت بگم آخی پدر ببخش چون نمیدونه چی کار کنه لحظه به لحظه منتظرم که این فیلم یه بلایی سر اون ظالم بیاد اما عزیزان در انجیل با خدای آشنا میشیم که درست برعکس میگه ببخش این جرسومه های فساد رو ببخش این پاسبان های جان ها رو ببخش و این عمل عزیزان چنان در مسیحیت حیاتیه که کانون اصلی ایمان ما شده این عمل چنان حیاتیه که از خدمت موعظه از خدمت پرستش از هر خدمتی تقدم داره در متا باب پنج بیست سه میگه پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه میبری و در, در آنجا به خاطرت آید که برادرت و خواهرت بر تو حقی دارد هدیه خود را واگذار اول رفته با برادر و خواهر خود صلح نما بعد آمده هدیه خود را بگذران تا اینجاش خیلی راحته خیلی راحته ولی آیه چلو چهار مثل یه خنجری میره تو قلبت دشمنان خود رو محبت کن برای لن کنندگان به آنانی که از تو نفرت دارن به تو جفا رسوندن پشت تو خالی کردن دعای خیر بکن عزیزان این یعنی چی؟ یعنی خودکشی درسته؟ خودکشی محض دیگه فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم عزیزان دنیا هر روز زندگی میکنه دست و پا میزنه تا زندگی کنه تا آخر به مرگ ابدی مبتلا میشه ولی ما خوانده شدیم تک تکمون این دعوت خاص رو داریم این قوت و فیض به ما ارزانی شده که هر روز بمیریم تا مثل عیسی زندگی کنیم آمین هر روز بمیریم تا مثل پسر خدا زندگی کنیم بخشیدن برادران فاسد و حسود یوسف بخشیدن دولت دیکتاتور و قوانین کراهت آمیزش بخشیدن اون نهایت های دولتی که ترس و ناامنی رو در دل انسان ها نهادی نمی کنن. بخشیدن مسئول روحانی که شاید سالها سر مجروح و زخمی کرده بخشیدن کسایی که سالها شاید به عنوان شوهر برادر افراد بزرگتر روی سر تو بودن بخشیدن شوهری که فقط در خوشی ها عاشقته بخشیدن پدر و برادری که تعدیب ناموس و جان تو زده بخشیدن کسایی که انتظار محبت داشتی که بهتر این دندون تمت برای همیشه بکشی. به جاش به تو جفا رسوندن چون ماها انسانیم و تا آخر عمر همدیگر رو ناامید میکنیم خوب رو به صلیب خداوند بندازیم که از اونجا فقط محبت و فیض به ما جاریه چرا خدا از ما میخواد که عملی و خلاف قرائز ذات بشری انجام بدیم عزیزان چرا؟ چه چیز باعث میشه که بخشش و طلب بخشش همچون که گفتم انقدر مهم باشه که کانون اصلی ایمان ما باشه میتونم بگم من به عنوان شخصی که بارها و بارها مشمول فیض بخشیدن شدم بارها و بارها انسانها منو بخشیدن و گاهن هم این فیض خداوند به من داده که بتونم دیگران رو ببخشم تنها یک جواب دارم یک جواب خیلی ساده که چرا خدا از ما میخواد عملی خلاف قرائز ذات بشری انجام میدیم آماده این که جواب رو بشنوین؟ آماده این؟ شاخکای روحانیتون بیداره؟ چون خدا این شکلیه چون خدا محبته به خاطر اینکه مثل عیسی پسران پدر آسمانی باشیم که آفتابش بر شریران و عادلان هم سوتاباند و باران رحمتشو بر صالحان و بر سالهان و ناسالهان جاری کرد برای اینکه شبیه پسر خدا باشیم خدا این فیض و میده که این کار را انجام بدیم چونکه که خدای ما عیسی مسیح و دویدن در دنیای خاکی ما قانون مقاومت ناپذیر گناه و معجزات رو برای همیشه در هم شکست او از طریق صلیب عزیزان این بیرحمانه ترین عمل وسیله ساخت برای مداوای روح روان مجروح و زخمی ما باور میکنید جلجتا مانع موجود بین عدالت و بخشش رو پر کرد جلجتا شکاف عظیم و بین فیض و راستی رو که یه دنیا از هم فاصله داشتن به هم وصل کرد در روی صلیب رحمت و راستی همدیگر رو ملاقات کردن فیض و راستی همدیگر رو در آغوش گرفتن و بوسیدن. عزیزان چیزی که امروز اهمیت داره که بدونی بخشش یک تجربه حسی نیست بلکه عملیه که امروز تو میتونی از روی ایمان انجام بدی من تصمیم میگیرم از حق انتقام خودم بگذرم من تصمیم میگیرم ترازوی دو کفه عدالت و فیض رو به دستای خدا بسپارم چون انتقام از آن اوست آمین من تصمیم میگیرم چرخه ملامت و شماتت رو که خودم سالها توش بودم دائم شماتت ملامت چرا این کار کرد چرا من سکوت کردم چرا خدا به میان نمیاد من تصمیم میگیرم این چرخه ملامت و شماتت رو که منو متوقف میکنه بشکنم و حس رهایی و آزادی که یکی از مشخصات سال پسندیده خداست تجربه کنم من تصمیم میگیرم از قانون بیرحم طبیعت پا فراتر بذارم اینجا یا آمین داره یا نه میخوام بهت بگم اگه تو امروز این تصمیم رو نگیری اگه امروز تصمیم نگیری که از قانون طبیعت که میگه چشم در برابر چشم دندان در برابر تندان فراتر نری یه چیزی رو بهت میگم تا آخر عمرت کماکان گرفتار کسانی خواهید شد که قادر به بخشیدنشون نیستی دائم عزیزان در دام شرارت ها و بیرحمی ها گیر میکنی تا آخر عمرت میگی این بنا اذیت کرد الهی بمیرم برای خودم اون به من جفا داد اون شبانه نمیدونم که اصلا قلب نداشت اون پدری که اصلا پدر نبود اون برادری که پدر آنها را ببخش زیرا نمیدانند که چه میکنن و امروز همون عیسی عزیزان در فرزندان بخشیده شدهش اگه بخشیده شدی داره زندگی میکنه باور میکنی و این میراث بخشش این قدرت فیض و در قلب ما جاری میکنه نه فقط جاری میکنه بلکه مثل یک یادگاری مثل یک مشعل فروزان به دست فرزندان بخشیده شده میده که نور باشن در این دنیا آمین شاید تو سالها عزیزم بارها تصمیم گرفتی که ببخشی از این دام شیطان رهایی پیدا کنی تمام انرژی حیاتی تو صرف کردی تلف کردی آخر آجز و ناتوان بر جا مانده شاید تو بارها تونستی ببخشی اعلام کردی بارها من افرادی رو که میگم بخشیدم خودم هی میگفتم بخشیدم بخشیدم دوباره تو اون چرخه هی میچرخیدم اگه تو بارها بخشیدی ولی تاثیر ماندگار توی زندگی نداشته تاثیر تبدیل کننده و آزاد کننده در زندگی تو نداشته امروز کلام خدا یک نوید عالی یک خبر خوش عالی برای تو داره که امروز کلام خدا برای تو میخواد در قلب تو یک معجزه عظیم انجام بده وعده خدا نوید خدا خواهر و برادر عزیزم امروز برای تو اینه که میخوام آب پاک بر تو بریزم دلی تازه در تو به وجود بیارم روحی تازه در اندرون تو به وجود بیارم قلبی نرم و گوشتین که بتونی ببخشی در دل تو به وجود بیارم اون دل سنگی و بیرحم و از تو در بیارم من میخوام روح خودم و در اندرون تو بذارم این روح قدوسم و که میتونه این روح فقط این فیض خداوندی که به وسیله روح القدس در ما قرار میگیره که بتونیم عزیزان احکام خدا رو که یکیش بخشیدنه انجام بدیم باور میکنید عزیزان امروز خواهش میکنم این روز رو از دست ندین امروز ایام تفقد توست با سهلنگاری از کنارش بور نکن امروز خدا میخواد وارد گذشته ای تو بشه میخواد وارد گذشته ای تو بشه حتی گذشته ای که شاید فراموشش کردی انکارش کردی خفش کردی میخواد وارد بشه و اون گناه و درد و ریشه بخوش کنه آمین اگه در عهد عتیق خون گاف ها و بوس ها چنین قدرتی رو داشت که افراد رو اقلا برای یک سال از گناه و نبخشیدن آزاد کنه چقدر بیشتر امروز خون پسر خدا که به عنوان یک قربانی تکمیل کننده تا ابد اینجا باقی برای ما کافیه آمین امروز خدا میخواد در تو پیوند قلب انجام بده باور میکنی؟ اگه باور میکنی یا آمینی قلبت بگو امروز میخوا قلب گوشتی به تو بده قلبی که پر از رحمت و فیضه نه فقط ببخشی بلکه خود تو جای اون شخص بذاری اون شخصی که به تو آسیب رسونده اگه خودش فیض و رحمت و بخشش رو دریافت میکرد خودش رو دوست داشت اگه خودش رو دوست داشت به تو میتونست محبت کنه پس تمام اینا تو اون شخص کمه پس احتیاج به دعا و رحمت تو داره پس امروز تو اگه آزاد شی به این اشخاص نه تنها با خشم نگاه میکنی بلکه دعا میکنی همون آیه در قلب تو انجام میشه دعا میکنی دعای خیر آمین ما امروز مراسم ویژه‌ای داریم که اسمشو خودم گذاشتم در واقع اسم این موعظه که بازم ببخشیم بردم وحید یادم رفت آین قلب شویانه که تماما و تماما با تکیه به روح خدا و ایمان تک تک شما انجام میشه راهبانی هستن عزیزان که جهت بخشش یک مراسم خیلی جالبی دارن. بعد از اینکه شنیدن کلام رو به اتمام میرسونم مثل الان که من دارم به اتمام میرسونم افراد دست خودشون رو مشت میکنن دست مشت شده سمبل چیه؟ قلب ماست یادتونه گفته بودن قلب وقتی دستتون مشت میکنی حتی اندازه قلبت هم مشخص میشه دست مش کرده و اون کینه اون درد اون کدورت اون رنجش رو در دستای خودمون نگه میداریم اون دردی که داریم در دستای خودمون نگه میداریم و در حالی که وقتی که پرستش میکنه همینطور که خدا یادت میاره روح القدس به ذهنت میاره تو در دست خودت نگه میداری اصلا ناراحت نباش شاد جاش نشه همه اینا توش جا میشه تو دست خودت نگه میداری و همینطور برای بخشیدن بخشیدن و دریافت معجزه و فیض الهی داری دعا میکنی و بعدش کم میای جلو دستای خود تو وقتی اعلام میکنیم آروم آروم باز میکنی و اون دلخوری خودتو خشم خودتو رنج خودتو نبخشیدن رو به طور سمبولیک در آب رها میکنی تو اونجا یه سنگایی هست که گوش به تو میکنه صدای خدا رو بشنو از طریق اونا که رها کن رها کن گفته شده عزیزان و خودمون تجربه کردیم چنین مراسمی وقتی بدن در اتحاد و یکدلی با هم انجام بده یک قدرت دگرگون کننده و شفابخشی رو در بدن کلا جاری میکنه آمین و عزیزان دوباره میخوام تأکید کنم که این عمل بخشش صرفا از روی احساسات و حس مذهبی تو نیست تکیه به کار عیسی مسیح در جلجتا و ایمان توست آمین و میخوام بگم عزیزان که نه فقط ببخشی بلکه خدا میخواد یادت بیاره که طلب بخشش کنی اعتراف به گناه کنی امروز ما خیلی شاید آسون باشه برامون من بخشیدم ولی من ایمان دارم خدا جاهایی رو یادمون میاره که ما باید طلب بخشش کنیم ما امروز به واسطه مرگ عالی خداوندمون عیسی مسیح دیگه لازم نیست حیوانات رو قربانی کنیم اما اعتراف به گناه عزیزان توبه طلب بخشش هنوز هم ضروری و حیاتیه شخصی که به گناه خودش اعتراف میکنه داره چی نشون میده؟ یعنی به قدوسیت خدا پی برده و شخصی که قدوسیت خدا براش باز شده عزیزان حاضر فروتن بشه و از راه های گناهالود و اشتباه خودش بازگشت کنه آمین و در آخر آیه از مزمور و یک آیه 16 و 17 براتون قرائت میکنم زیرا توی خداوند قربانی گناه رو دوست نداشتی و الا میدادم تو قربانی سوختنی رو پسند نکردی قربانی های خدا روح شکسته و توبه کار است و خدا دل شکسته و کوبیده رو خار نمیشمره چند لحظه بذاریم رو ببندیم همطور که من دعا میکنم بذاریم احساس میکنم این دعایی که دارم میکنم خداوند شما رو به گذشتتون میبره خاطراتی رو در ذهنتون میاره اول میخوایم در این دعا نام او رو بلند کنیم و بگیم ای خداوند کیس خدایی مانند تو خدایی که گناهان عظیمن رو میبخشی خدایی که تقصیرات قوم تو میبخشی خدایی که همیشه خشمگین نمیمونی خدایی که عاشق رحمت کردن و احسان کردنی خدایی که دوست داری مشتاقی که دوباره و دوباره با ما در پیوند قرار بگیری و با ما مهربون باشی خدایی که های ما رو با اشتیاق زیر پاهای خودت پایمال میکنی نه فقط پایمال میکنی اگه در کلامت گفتی همه رو در عمق آبهای بسیار میندازی خدایی که به وعده های خودت عمل می کنی. خدای وفادار که محبت تو و وفاداری تو پایدار و ابدیه. میخوام بگم کیست مانند تو خدایی که در مسیح عیسی خود تو آشکار کردی کیست مانند تو خدایی که روی صلیب نه فقط در زندگیت بلکه روی صلیب رد پا بر جا گذاشتی که بتونیم امروز در رد پای تو در اثر قدم های پر از بخشش و فیض و رحمت تو امروز قدرت داشته باشیم که راه بریم کیس مانند تو خدایی خدایی که خدای جمعی فیضها، ها رحمتها، ها رحمت ها خدایی که امروز میتونی امید خلق کنی خدایی که امروز میتونی روح تازه قلب تازه خلق کنی خدایی که امروز میتونی یک اندرون تازه یک قلب تازه و پاک در ما بیافرینی نزد این خدا میایم نزد تخت رحمت این خدا میایم و میخوام یاری بدی خداوند امروز افرادی که خداوند تلخ جانن کمکشون کنی قدرت قیام رو اونا قرار بگی که رحمت و بخشش رو انتخاب کنن و هدیه بخشش رو به کسانی بدن که به اونا صدمه زدن کسایی که شایسته بخشش نیستن مثل خود ما که شایسته نبودیم فقط اون روز ما رو بخشیدی و نجات دادی خدایا میخوام قوت بدی به کسایی که صدماتی خوردن بر علیه اونا گناه شده مخصوصا کسایی که مثل یک پوششی روی سر اونا بودن مثل برادر، پدر، شوهر، مسئول روحانی کارفرما، نهادهای دولتی ای خدا فقط این معجزه بخشش تو که میتونه این کارو بکنه و همینطور افرادی که خدا و انقدر خوششانس بودن که از این افراد صدمه نخوردن ولی از همسرشون، زنشون دوستاشون، خواهرشون، همسایشون، معلمشون، فامیل دور و نزدیک کسایی که بر علیه اونا اشتباه و گناه کردن خدایا دعا میکنم که قوت بخشش تو روی اونا قرار بگیره و ایمان داشته باشن که تمام این راههایی که رفتن به خیریت اونا مبدل میشه و همین تو خدا و ایمان دارم که تو میخوای نه فقط ما سرمون رو بالا بگیریم و خدایی نکرده با غرور بگیم بخشیدیم بلکه جاهایی که توقعهای بی جا داشتیم به خاطر اون توقعهای بی جا. به جای اینکه از روح القدس و خود خدا بخوایم تقضیه و حیات رو دریافت کنیم چشم اون به انسان ها بوده از اون جایی که انسان ها محدودن و نمیتونن جای روح القدس و خدا رو برای ما بگیرن خدا و اون جایی که انسان ها رو جای خدا و روح القدس قرار دادیم و خودمون مسئولیم خودمون مشکل داشتیم که این تلخی توی ما اومده ای خداوند دعا میکنم برای این افراد چون بارها به خود من نشون دادی که منو که چشمه آب حیاتم ترک کردی ولی حوزهای شکسته به خاطر کمبودها ترد های خودم و خودمون و افراد و انسانها آویزون شدیم و زخمی شدیم ای خدا بیا دل ما رو امروز تفتیش کن بیا از ما فکرهای ما رو بدان ای خدای عظیم ببین آیا راه فسادی در ماست دعا میکنم که ما رو به های جابدانی و عدالت هدایت کنی همینطور خدا شاید افرادی بین ما باشن که خودشون رو نمیبخشن این مشکل رو دارن خداوند دعا میکنم که روح قدوس تو و قوت معجزه بخشش توی این افراد قرار بگیره که بگن من خودمون میبخشم به خاطر شکستام، اشتباهام من خودمون میبخشم من این معجزه بخشش رو دریافت میکنم اگه جاهای رنج گذشته خطایی بوده نسبت به بچه هاد نسبت به همسرت زنت شوهرت و الان پشیمونی خدا تو رو بخشیده ولی هی خودت داری خودتو مجازات میکنی هی خودت داری خاک عرر رو اره میکنی خدا میگه من امروز میخوام قوتی به تو بدم که خودتو ببخشی و امروز میخواد خدا کمکت کنه که تمامی دین ها چک و هایی که تو دستت پاره کنی تمام اون کدورت ها رو از قلب خودت رها کنی و این آبی که اینجاست تو چشمای خودت ببینی همون آیه که گفت میخواد به عمقهای آبهای بسیار بره و هرگز بر نگرده و به قلب خودت بگو فقط فیض تو من رو کافیه ای خدا میخوام قدرت مندانه در این فیض تو زندگی کنم چون ایمان دارم که امروز هر کسی که با ایمان نزدیک بشه و این دعای قلبش شده امروز سال رهایی و آزادی رو که سال پسندیده خداست تجربه خواهد کرد آمین همینجور که در این حرفایی که من زدم آمین که روح القدس بیشتر براتون باز کنه گروه پرستش ما رو به امخای خدا میخواد ببره با پرستش شما هم تو که چشماتون بسته است